سلام و وقت بخیر به مهمترین های این ساعت از یک با من مدینه حسن خوش آمدید. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه ولایت بدخشان در خبرنامه گفته است که یک کارخانه مواد مخدر در این ولایت کشف شده و تخریب شده است. در خبرنامه این فرماندهی آمده است که این کارخانه ساخت هیروئین در ولسوالی درایم این ولایت کشف شده و در پیوند به این قضیه 5 تن دیگر نیز بازداشت شدند. وزارت صنعت و تجارت از برگزاری سومین جلسه کمیته رهبری صندوق حمایت از بخش خصوصی کشور تحت رهبری نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت خبر داده است. گفته می شود که محوریت مورد بحث در این جلسه پروژه های همچون ایجاد پل، جاده، دیوار استنادی در تورخم، ساخت سرک حلقوی، ساخت مجتمع جهت فعالیت های کمیته ملی بنادر، استخدام اشخاص تخنیکی در چندین پروژه های دیگر نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. همزمان با دومین روز برگزاری 79 جلسه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، سخنگوی امارت اسلامی میگوید که جهان باید با حکومت سرپرست افغانستان تعامل مثبت داشته باشد. ذبیح الله مجاهد از سازمان ملل خواست که با وظایف خود در این راستا عمل کند و به حکومت سرپرست افغانستان اجازه دهد که با جامعه جهانی وارد تعامل شود. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی خواستار دعوت از حکومت سرپرست در نشست سران کشورهای بریکس شده است. برخی از آگاهان سیاسی و روابط بین الملل می گویند که حضور نماینده امارت اسلامی در نشست بریکس سبب تقویت روابط میان افغانستان و کشورهای منطقه خواهد شد. رئیس جمهور تاجیکستان در 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از وقوع بحران انسانی در افغانستان کمک کند. او همچنان تاکید کرده که تاجیکستان از صلح و ثبات پایدار در افغانستان پشتیبانی می کند. همزمان با این نخست وزیر پاکستان با دبیرکل سازمان ملل در حاشیه این نشست در مورد تحولات خاورمیانه و دیگر مسائل منطقه‌ای به ویژه اوضاع افغانستان گفتگو کرده است. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده است که برای جلوگیری از ورود پناهجویان افغان طرح هوشمندسازی مرزها را در دستور کار دادند. در همین حال آگاهان امور مهاجرت میگویند که پناهجویان افغان در ایران در وضعیت بد قرار دارند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی در یک نوار شنیداری گفته که کمیسیون اقتصادی طرح 6 مجتمع زراعتی را که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تهیه شده در ولایت های هرات، ننگرهار و بلخ ارائه کرده است. در این نشست پس از انجام گفتگوهای همه جانبه این طرح از طرف کمیته فنی کمیسیون اقتصادی تایید شد و تصمیم نهایی آن به کمیسیون فنی واگذار گردیده است. مدیریت مبارزه با جرایم جنایی امنیه ولایت پروان 5 تن دوا و مواد ارتزاقی تاریخ گذشته را از بازار گردآوری کرده و با آتش کشیده است. به گفته مدیر این نهاد، مواد گردآوری شده مشمول دواهای غیرقانونی، مواد ارتزاقی و نوشابه های تاریخ گذشته است. 12 کشور در یک بیانیه مشترک خواهان آتش بس فوری 21 روزه در سراسر مرز لبنان و اسرائیل شدند. تا فرصت برای دیپلماسی پیدا شود، امریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، ژاپن، عربستان، امارات و قطر بیانیه را امضا کردند. رؤسای جمهور امریکا و فرانسه در بیانیه مشترک دیگر از تلاش های خود برای آتش بس خبر داده و گفته بودند که 10 کشور دیگر نیز در این بیانیه تایید کردند. این بود مهمترین های این ساعت. سپاس از توجهتان. روز خوش. خدا نگهدار.